این اولین سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق پس از تغییر و تحول در دولت آن کشور است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در این سفر طبعاً با مقام‌های اصلی و در قدرت آن کشور دیدار می‌کند، اما دیدارش با نوری المالکی نخست وزیر سابق آن کشور جنبه نمادین داشت. آقای مالکی از مبارزان شیعه مذهب ضد صدام سالها در ایران پناهنده بوده و پس از به قدرت رسیدن نیز جمهوری اسلامی ایران را در مقام توانمندترین متحدش در منطقه به همراه داشت. اما پیشروی برق‌آسای پیکارجویان دولت اسلامی در شمال عراق و تصرف شهرهای عمدتاً سنی نشین موصل و تکریت به ناگهان دولت نوری المالکی را با بحرانی بی سابقه روبرو کرد و نهایتاً تهران نیز آشکارا خواستار کنارگیری آقای مالکی از نخست وزیری عراق شد. گفته می شود در ملاقات آقای ظریف با هوشیار زباری همتای عراقیش علاوه بر مسائل حاد منطقه، علامت گذاری مرزهای خاکی دو کشور نیز در دستور کار دو وزیر گنجانده شده بود. در شرایطی که مردم و دولت عراق توانستند یک حرکت ضد اسلامی، ضد دینی، ضد منطقه‌ای، ضد صلح و ضد انسانیت رو در برابرش با مقاومت توانمند خودشون ایستادگی بکنند، برای اعلام حمایت رهبری دولت و مردم ایران در عراق با مقامات عراقی ملاقات بکنند. در همین حال فرانسه از تمام کشورهای منطقه از جمله ایران خواست تا به تلاش‌های غرب برای مقابله با دولت اسلامی بپیوندند، افراطیونی که بخش‌هایی از استان دیرالزور در شرق سوریه را نیز تصرف کرده‌اند. نورا شاهزوان، صدای آمریکا.